سلام به شما دوستایی خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز برای شما 6 پیشنهاد غذایی فوق‌العاده رو دارم تا بدنتون رو بعد از تعطیلات سم‌زدایی کنید. برخوری و گرایش بیش از حد به سمت غذاهای فرآوری شده و یا سرخ کرده و یا حتی در معرض آلاینده‌های زیستی محیطی بودن و در زندگی استرس داشتن همگی باعث می‌شوند تا فعالیت کبد افزایش یافته و میزان سم و چربی بالایی در آن تجمع کند. در این میان برخی مواد غذایی این قابلیت را دارند که به طور طبیعی سموم را از بدن پاکسازی کنند. مورد اول، جعفری. جعفری یک ضد عفونی کننده عالی و ادرار آور است. این سبزی معطر و البته پرطرفدار عملکرد کلیه‌ها را تحریک می‌کند و نقش مهمی در دفع سموم بدن دارد. به غذاهایتان مثل سالادها، پاستاها، سوپ و غیر جعفری اضافه کنید و اگر یک دوره سم‌زدایی جدی را شروع کرده اید، آب جعفری فوق‌العاده است. مورد دوم، دانه چیا. در هر قاشق غذاخوری 5 گرم فیبر دارد و تقریبی نیمی از نیاز روزانه بدن به فیبر را تأمین می کند. فیبر بالای موجود در دانه های چیا یا همان تخم شربتی موجب بهبود عملکرد روده و فرآیند هضم می شود، ضمن اینکه احساس سیری طولانی مدت را به همراه دارد و تنظیم کننده کلسترول نیز هست. مورد سوم، سبزیجات تیره رنگ. این سبزیجات از قبیل اسفناج، برگ چغندر، خردل و غیره برای کمک به جلوگیری از برخی شرایط بهداشتی از جمله دیابت، سنگ کیسه صفرا، مشکلات کلیوی و سلامت کبد از گذشته مفید بودند. سبزیجات تیره رنگ برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش یبوست نیز مفیدند، ضمن اینکه خواص ضد پیری نیز دارند. ترکیبات یافت شده در سبزیجات تیره رنگ موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان، تعادل هورمونی و کاهش وزن می شود و آن هم به واسطه سطوح بالای فیبر، آب و منیزیم موجود در آنها می باشد. مورد چهارم، چغندر. چغندر سرشار از فولاد، منگنز، پتاسیم و فیبر است که همه اینها منجر به جلوگیری از خستگی، بهبود جریان خون و خنثی کردن فلزات سنگین و سموم در بدن می شوند. مورد پنجم، توت‌ها. توت‌ها حاوی انواع آنتی اکسیدان‌های بسیار قوی هستند و خواص ضد التهابی دارند. انواع توت‌ها به بهبود فرآیند هضم، از دست دادن وزن، نشاط و افزایش طول عمر کمک می‌کنند. و اما مورد آخر، رازیانه. از نظر علمی این طور ثابت شده که مصرف رازیانه تسکین دهنده که دستگاه گوارش است و منجر به تامین ویتامین C و فیبر مورد نیاز بدن می شود. مصرف رازیانه همچنین به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند و خواص ضد باکتری دارد. آنتی اکسیدان های موجود در رازیانه از قبیل کوریستین، لیمونن و آنتول خواص ضد التهابی دارند، ضمن اینکه منجر به کاهش اسپاسم های گوارشی، کاهش نفخ و بهبود زخم ها می شود. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.